سلام به کلاس درس خوش اومدید خب بیاید بحث در مورد ویژگی های دترمینان رو با هم دیگه ادامه بدیم تا حالا چهار تا ویژگی از دترمینان رو با هم دیدیم امروز میخوایم ادامه ویژگی ها رو ببینیم ویژگی پنجم دترمینان میگه که اگر یک سطر یا یک ستون از ماتریس دلخواه آ ماتریس آ مذربی است. سطح یا ستون دیگه اون باشه یا ستون دیگر باشد در این صورت دترمینان ماتریس آ برابر با صفر هستش دترمینان آ مساوی با صفر خواهد بود خب یعنی این خاصیت داره به ما چی میگه میگه که فرض بیاد بکنیم که یه ماتریس آ داریم آم، که این شکلی هستش درایه هاش آ آی یک آی یک آ یک دو آ آی یک سه هست بعد بیاد فرض بکنیم که فرض سطر دوم آ مثلا مذربی از سطر اولش یعنی سطر دوم چی هستش مثلا هست لاندا آ آی یک یک لامدا یک دو و لامدا یک سه و سطر سومش هم هست آس یک آس دو و آس سه خب یک همچین ماتریسی داریم میگه که دترمینان این ماتریس باید مساوی با صف باشه خب حالا بیاید ما یه ماتریس شبیه ماتریس آ اینجا بنویسیم برای خودمون ماتریس ب برای اینکه توی اثبات ازش استفاده بکنیم ماتریس به سطر اولش همون سطر اول آ هستش یعنی از آ آی یک یک آ آی یک دو آ سطر دومش دیگه این ضریب لاندا رو نداره یعنی سطر دومش هم دوباره فرض کنیم که هست آ یک آ یک و آ یک و نهایتا سطر سومش هم همون سطر سوم آ یعنی آ سه یک آ سه دو و آ سه سه خب حالا اگر بیایم آ و ب رو مقایسه بکنیم میبینیم که آ از ب با ضرب کردن این سطر دوم ب اگر این سطح رو بیایم توی لامدا ضرب بکنیم ماتریس آ رو به ما میده خب الان اگر خاطرتون باشه خاصیت دوم دترمینان که قبلا با هم دیدیم به ما میگفت چی میگفت اگر یک سطح یا یک ستون از ماتریس رو توی عدد حقیقی لامدا ضرب بکنیم دترمینانش لامدا برابر میشه پس طبق خاصیت دو دترمینان آ باید لامدا برابر دترمینان B باشه درسته چون سطح دومش رو اومدیم توی لامدا ضرب کردیم از طرفی خاصیت چهار که توی ویدئوی قبلی با هم دیگه یادش گرفتیم میگفت چی میگفت اگر دو تا سطح یا دو تا ستون یه ماتریسی یکسان باشن دترمینان اون ماتریس صفر هستش که الان ماتریس ب را اگر نگاه بکنیم میبینیم که مثلا سطر اول و دومش با هم یکی هستن پس طبق خاصیت چهار دترمینان ب باید مساوی با صفر باشه بنابراین اگر از این دو تا عبارت اینجا استفاده بکنیم نتیجه میگیریم که دترمینان آ لامدا برابر صفر هستش که اونم میشه خودش دوباره مساوی با صفر خب این این استدلالو اگر هر دو تا ست یا هر دو تا ستونی از ماتریس آ یکیشون مذهبی از دیگری باشه میتونیم با همین استدلال نشون بدیم که دترمینان ماتریس صفر هستش خب بریم سراغ ویژگی ششم دترمینان ویژگی شیشم رو به جنگ که عبارتش رو بنویسم من میخوام با یه مثال شروع بکنم به توضیح دادنش خب بیاید فرض بکنیم که یک ماتریس آ داریم و درایه های ماتریس آمون بیاید فرض بکنیم که این شکلی هستن درایه سطر اولش درایه هاش این شکلی هستن B11 به علاوه c یک B12 به علاوه C12 و نهایتا B13 به علاوه C13 سطح دوم و سومش فرض کنیم درایه هم عادی هستن یعنی هستن A21, A22, A23 و سطح سومش هم فرض بکنیم که هست A31, A32 و نهایتا A33 خب یعنی اومدیم یکی از سطرها یا یکی از ستونهای ماتریسمون رو مثلا من اینجا سطر اولش انتخاب کردم درایش رو به صورت جمع یه سری عدد نوشتیم حالا فرض کنید یه ماتریس بی و سی هم داریم ما که درایه های بی مون به این شکله بی یک یک بی یک دو و بی یک سه سطر اولش هستن و سطر دوم و سومش با آ یکیه یعنی هست آ دو یک آ دو, دو a2، 3 و نهایتاً a31، a32 و a33 و عین b ماتریس c هم داریم که برای اونم سطر اولش هست c11، c12 و c13 و دو تا سطر دیگش باز عین آ هستش یعنی هست a21، a22 و a23 و a31 آسه دو و آس سه خب یعنی اگر دقت بکنید بین ماتریس های A و B و C دو تا سطح یا دو تا ستونشون یکی هستن مثلا برای ماتریس هایی که ما اینجا مثال زدیم سطح دوم و سومشون یکسان هستن و سطر اول A مجموع سطر اول B و سطر اول سی هستش پس این دوتا با هم جمع شدن و اومدن سطر اول آ رو ساختن خب حالا قضیه یا این ویژگی شیشم دترمینان میگه که دترمینان ماتریس آ برابر هستش با دترمینان ماتریس بی به علاوه دترمینان ماتریس C یعنی ب... اگر بخوایم به صورت جمله وار بگیمش اگر یک سطر یا یک ستون از ماتریسی برابر با مجموع سطرها یا دو... مجموع دو تا سطر یا دو تا ستون ماتریس های دیگه باشه و سایر درایه هاشون یکسان باشن این ماتریس ها دترمینان ماتریس برابر با مجموع دترمینان های دو تا ماتریس دیگه هستش مثلا اینجا همونطور که گفتیم سطر اول A درایه هاش مجموع سطر اول بی و سطر اول سی هستش و سایر درایه های آ یعنی سطر دوم و سومش دقیقا مساوی با سطر دوم و سوم گیو و سی هستش همین رو برای ستون ها هم برقرار هستش در یک همچین حالتی دترمینان آ خواهد بود دترمینان بی بلاوی دترمینان سی خب بیایید سعی بکنیم این رو با هم اثباتش بکنیم یه دترمینان آ رو با دادن سطر اولش بنویسیم. دترمینان آ طبق تعریف مساوی خواهد بود با چی؟ مساوی خواهد بود با روست رو سطر اول چون داریم بس میدیم میشه B11 به علاوه C11 در همسازه یک یک ماتریس به علاوه B12 به علاوه C12 در همسازه یک دو ماتریس آ به علاوه B13 به علاوه C13 در همسازه سازه یک سه ماتریس ا درسته خب این رو میتونیم به صورت جمع دو تا عبارت بنویسیم یکی رو بنویسیم b11 a11 علاوه b12 a12 در حقیقت داریم باز میکنیم این عبارت ها رو باها علاوه b13 در a13 درسته و عبارت دوم چی خواهد بود حاصل زر درایه های سی خواهد بود یعنی سی یک یک آی یک یک به علاوه سی یک دو آی یک دو به علاوه چی سی یک سه آی یک سه خب خیلی هم خوب حالا یک نکته ای رو بیاید اینجا با هم دیگه دقت بکنیم مثلا همسازه یکی یک ماتریس آر اگر نگاه بکنیم آی یک یک مساوی با چی هستش؟ مساوی هستش با منفی یک به توان یک و علاوه یک در دترمینان چی؟ ماتریسی که از حذف سطر اول و ستون اول آ حاصل میشه یعنی آ دو دو آ دو سه آ سه دو و آ سه سه. خب اگر دقت بکنید ما سطر اول و ستون اول ب رو هم اگر حذف بکنیم و یا سطر اول و ستون دوم ستون اول سی رو هم اگر حذف بکنیم که هادی که به دست میاریم همین که اینجا هستش پس همسازه یک یک ماتریس A برابر با همسازه یک یک ماتریس B و همسازه یک یک ماتریس C هستش عین همین بقیه همسازهاشون هم یکیه برای همسازهایی که از سطر اول به دست میان یعنی آ یک و دو مساوی B یک و 2 و مساوی با C یک و دو هستش و عینن اون آ یک و سه مساوی با B یک و سه مساوی با C یک و سه هستش خب اگر بیایم از این تصاویه ها استفاده بکنیم و اونها رو جایگذاری بکنیم اینجا چی به دست میاریم؟, میاریم اولین ابارت همون میشه چی میشه excel b11 در به جای a11 میزاریم همسازه świکای ‌‏ 2‏ etr designs b21‏ s ted ½‏ ‌‏ province 1‏ B ‌‏‌‏‌‏‌‏ corpse‏ ‌‏‌‏‌‏ به علاوه توی عبارت دوم هم همسازه های ماتریس C رو میذاریم یعنی داریم C1-1 اک در همسازه 1-1 ماتریس C به علاوه C1-2 در همسازه 1-2 ماتریس C به علاوه C1-3 در همسازه 1-3 ماتریس C خب حالا این دوتا عبارتی که اینجا داریم بعد از این جایگذاری اگر دقت بکنید این اولی تعریف دترمینان ماتریس B هستش و دومی تعریف دترمینان ماتریس B C هستش درسته پس در حقیقت ما اومدیم اثبات کردیم که دترمینان A برابر با دترمینان B به علاوه دترمینان C هستش این همین اگر هر سطر یا هر ستون دیگه ای از A برابر با جمع سطح های ستون های متناظر ماتریس B و C بود و سایر درایه هاشون یکی بود هم میتونستیم این همین اثبات رو تکرار بکنیم و ثابت کنیم که دترمینان آ برابر با مجموعه دترمینان بی هستش خب برای این بیایید یه مثال با هم دیگه ببینیم من از این جای خالی که این بالا دارم استفاده میکنم و یه مثال اینجا براتون مینویسم فرض کنید که ما مثلا ماتریسی داریم سه در سه درایه هاش این هستن مثلا دو و چهار و شیش پنج و یک و سه و مثلا 7 و دو و 9 خب این ماتریس رو میتونیم این شکلی بنویسیم البته من الان دارم دترمینان این ماتریس رو مینویسم دیگه دقت بکنیم این ماتریس برابر هستش با مثلا بیاید ستون دومش ستون اولش رو انتخاب بکنیم با هم دیگه و درایه هاش رو به صورت جمع یه سری عدد بنویسیم مثلا دو رو میتونیم بنویسیم یک به علاوه یک پنج رو میتونیم بنویسیم سه به علاوه دو و هفت رو میتونیم بنویسیم چهار به علاوه سه دو تا ستون دیگه رو همونطوری که هستن مینویسیم یعنی چهار و یک و دو و شیش و سه و نه خب حالا طبق قضیه ای که ما اینجا اثبات کردیم یعنی طبق ویژگی شیشم دترمینان دترمینان ای ماتریس برابر هستش با دترمینان ماتریس یک سه چهار چهار یک دو شیش سه و نه به علاوه دترمینان ماتریس حالا یکی در آیار رو می نویسیم یک دو سه چهار یک دو و شیش سه نه پس دقت بکنید چون ستون اول این ماتریس برابر با ستون اول این به ستون اول این یکی هست من که بگم این این میتونم اسم بذارم این ماتریس اسمش رو بذاریم A اینو بذاریم بی، اینم بذاریم سی چون ستون اول آ برابر با ستون اول بی بر به ستون اول سی هستش و دو تا ستون دیگهشون شون یکسان هستن بنابراین دترمینان آ برابر با دترمینان ب به علاوه دترمینان سی هستش پس اینم یک مثال از خاصیت ششم دترمینان خب توی جه... کلاس درس بعدی در مورد بقیه ویژگی های دترمینان با هم صحبت میکنیم توی جلسه بعد میبینم اتون خدا آفز.